خوب هستین که؟ قربان شما. همه چی خوب؟ سلامت باشید، شما خوبین؟ قربون شما، خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر، اوضاع احوال جدیدی نیست، آپدیتی نشده؟ یه توضیحاتی بدین. نیست. حالا خدا رو شکر من فکر کنم صحبت کردیم هفته پیش یا نه. ولی خب ویزاها یواش یواش داره صادر میشه. ما تو ویزای تجاری در واقع ورک پرمیت های روش آی سی تی اینا را افتاد اولین بعد از قضایای کرونا، چون این پروسه ها رو هولد بود، هولد نبود ولی پروسسینگش یه ذره طولانی شده بود، اجازه ورود نمیدادن و اینها. حالا خدا رو شکر چند روز پیش یکی از کلاینت های ما این در واقع هم اپروال همی به نوعی اجازه ورودش. جالب، نامه ای که اداره مهاجرت صادر کرده بود چیز جالبی بود، داخلش محتویاتش جالب بود و این بود که شما با این نامه با اداره در واقع مرزها و بحث سیستم ورودی اداره مهاجرت تماس بگیرین که اجازه ورود هم بگیرید بیایید وارد کانادا بشید. به هر حال با توجه به اینکه ورکرها اصولا جزء کاتگوری اسنشیال نبودن، مگر اینکه شغلشون یه جوری بود که استثناءاتی وجود داشت، خوشبختانه این اتفاق افتاد. خب اینم خبر خیلی خوبی بود برای ما، برای اینکه خب کلاینت های زیادی بودن منتظرن که هنوز جوابشون بیاد و انشالله جوابشون دونه دونه میاد از این تاریخ به بعد. یه موضوع دیگه ای که جالب بود برای من، یه سری صحبت ها شده بود در مورد یک آماری که اداره مهاجرت داده بود، چون یه چند تا از موکلای خودمون این موضوع رو از من پرسیدن، با من مشاوره کردن و اون بحث در واقع یک پلن سال 21 تا 23 یعنی پلن دو ساله اداره مهاجرت که عملا سه ساله اداره مهاجرت که توی سه سال ما پلنمون اینه که چه تعدادی مهاجر بپذیریم، که در واقع چیزی که بود پیش بینی شده بود که در سال مثلا 2021 ما مثلا 400,000 نفر حدودا، مثلا 401,000 نفر، حالا در سال 22 411,000 نفر و 421,000 نفر هم در سال 2023 مهاجر کانادا بپذیره. این پلنی بود که کلی یه نکته ای که اون وسط وجود داشت، یه سکشنی وجود داشت تحت عنوان تعداد مهاجرین از طریق گروه فدرال بیزینس، که در واقع فدرال بیزینس میشد سلف ایمپلوید و استارتاپ، که تارگت شده بود که در واقع از این تعدادی که گفتیم 1,000 نفرشون توی این کاتگوری بیزینسی باشن که اوریج مینیمم 400 تا ماکسیمم 1,250 تا برای سال 2021 مثلا. چیزی که در واقع اینجا مطرح بود این بود که گفته بودن شما بر اساس آمار اداره مهاجرت به نظر میرسه که تعداد کمتری بیزینس تو بیزینس کاتگوری کلاینت میخوان بگیرن. ببینید مطلبی که وجود داره، اولا که اینا پروونشیال نامنیز پروگرام رو دارن تو روش بیزینسی، چون قبلا ما انترپرنور رو داشتیم که زیر مجموعه بیزینس فدرال بود، بیزینس فدرال رو حذف کردن در واقع تو کاتگوری انترپرنور یا کارآفرینی، آوردنش کردنش استانی.
در حال حاضر پروگرام استانی را آوردن کردن 80,000 تا تو کاتگوری های پروونشیال نامینی، که این پروونشیال نامینی یه بخشش میشه بیزینسی، یه بخشش میشه اسکیل کاتگوری، خب که در واقع یه بخش بیزینسی هم اونجا قرار میگیره. حالا نکته ای که هست، من فقط میخواستم این نکته رو بهتون بگم که در سالهای گذشته به طور مثال در سال 2018 و 2019 که پروگرام استارتاپ به طور مثال وجود داشته، کپ سالیانه این پروگرام عوض نشده، کپش همون 2750 نفره، ولی تارگت اینه. متوجه هستین؟ در نتیجه چیزی که مطرح هست اینه که ببینید در سال 2018 و 2019 جمعاً کمتر از 700 نفر تونستن پیار بگیرن رو روش استارتاپ. متوجه این؟ در سال 2018 و 2019، یعنی جمع این دو سال در نظر بگیری کمتر از 700 نفر بودن. حالا نکته ای که هست، کلاینت های زیادی هستن که تو پروگرام استارتاپ میخوان اپلای کنن. خب یکی از دوستان میگه ما وقتی میریم توی آیل سنتر یه عالمه ایرانی نشستن اونجا که اینا میخوان بیان رو پروگرام استارتاپ و همه میخوان نمره آیلتس رو 5 بگیرن. چیزی که مطرح هست اینه که ببینید، اولا هر کی اپلای بکنه از هر سیستمی داله برای نیستش که پیار میگیره. اپلیکیشن، تعداد اپلیکیشن مهم نیست، تعداد کسایی که اپروو میشن مهمه. و مطلبی که هست، اگر دو سال گذشته و سال قبلش 300-400 نفر در سال بودن، این تارگت اینجا هم هست. میبینید توی سیستم 2021 هم همون 300-400 نفر رو داره پیش بینی میکنه. در نتیجه چیزی که هست در واقع مینیمم گفته 400، ماکسیمم 1250 نفر. چیزی که باید در نظر بگیرید اینه که اولا شما بدونید که پروگرام چیه، شرایط چی هست، مشکلی وجود نداشته باشه رو پروگرام و همه شرایطش اوکی باشه. اگر همه چیش اوکی بود، شما هم واجد شرایط بودید، پروگرامتون خوب بود، پروژهتون خوب بود، کار درست حسابی رو پروژه انجام شده بود، در صورت شما دچار مشکل نمیشین. متوجه هستی؟ چیزی که ما مردم رو در واقع هشدار دادیم همیشه اینه که حواستون باشه، مثلا از سازمان XYG یکی رفته لتر آف ساپورت گرفته، خب بعد اصلا اون پروژه، چون یه سری صحبت شده بود اون روز بحث از اینکه ما از روزی که اومدیم حرف از این زدیم که خب لتر آف ساپورت اوکی، ولی مثلا پروتوتایپ شما تو چه لولیه، یه چیزی بود که ما آوردیم تو مارکت استارتاپ شروع کردم و مردم در واقع اطلاع رسانی کردن که مردم حواستون باشه لتر آف ساپورت بدون پراجکت دیولوپمنت، بدون پروتوتایپ تو استیج بالا ارزشی نداره. منتها یه نکته مهمی که بود این بود که پروتوتایپ وقتی ما حرفشو داریم میزنیم، این پروتوتایپ میتونه از یک لول مینیمومی باشه باز تا یه لول ماکسیمومی. متوجه هستین که حالا مثلا 1-9 پیش بینی بکنیم، چیزی که هست بایستی پروژه شما پروژه خوبی باشه و کار شده باشه و شما هم روش کار کرده باشید، یعنی شما هم به پروژه متصل باشید، نه اینکه پروژه حاضر آماده اینجا هست، شما هم اومد آخر لحظه بیاید بچسبید به هم. این هم باز برای شما جوابگو نخواهد بود، این هم دو دیلیجنس پروسس انجام نشده. چیزی که امروز بیشتر از هر چیزی اهمیت داره اینه که اداره‌ای که اومده لتر آف ساپورت رو صادر کرده، اون سازمانه دو دیلیجنس خودش رو درست رعایت کرده باشه. بنابراین چیزی که ما الان داریم صحبتشو میکنیم، اولا تو تارگت بندی ها و بحث‌ها روی میزان تعداد کلاینت هایی که در واقع متقاضیانی که میتونن پیار بگیرن رو روش استارتاپ هیچ تفاوتی وجود نداره، همچنان مثل سابق داره میره جلو، تارگت ها عوض نشده به اون صورت. و نکته ای که مطرح هست، این ماجرا هیچ وقت چیزی نبوده که خارج از دور و ذهن ها باشه. متوجه هستین؟
از ابتدا این وضعیت بوده، تازه الان دارن تارگت میکنن. به طور مثال رو کتگوری های دیگه موضوعی که دارن صحبت میکنن، دارن موضوع رو مطرح میکنن. به طور مثال دارم به شما میگم، تقریبا یکی از شلوغترین پروگرام های مهاجرتی که وجود داره، که در واقع همیشه بیشترین میزان مهاجر رو پیش بینی میکنه بگیره، فدرال های اسکیل ورکره. خب در واقع تو سیستم اکسپرس انتری به عنوان اسکیل ورکر، حالا شما که در ایران نشستید چه تعدادتون هستید که تو فدرال اسکیل ورکر میتونید امتیاز 467 رو بگیرید؟ کمتر از شاید مثلا 1 به 1000 باشید، متوجه هستید؟ در نتیجه ولی تارگت اینه و میزان اینه. اینا چجوری اینو کاور میکنن؟ از طریق استودنت هایی که تو کانادا هستن، از کسایی، از طریق ورکر هایی که تو کانادا هستن. بنابراین ما همیشه گفتیم اگه شما میتونید روش تجاری حرکت بکنین، حرکت کنین. اگر نمیتونید روش های تخصصی، فدرال اسکیل ورکر، اکسپرس انتری اصولا برای افراد پیش بینی شده که اینا با ویزای کار یا ویزای تحصیلی وارد کانادا بشن، ادامه بدن راهو، نه اینکه فقط وارد بشن، ادامه بدن، گریجویت شن، کار پیدا کنن و غیره و غیره، و بر اساس اون تقاضای اقامت دائم بکنن. این چیزی هستش که ما به همه دوستان همیشه پیش بینی کردیم. چیزی جالبی که بوده، یک پروگرام پایلت درست کردن اینا، پیش بینی کردن، و اون مربوط به کرگیورز ها بوده. یکی دیگه هم مربوط بوده به همین پروگرام در واقع اگری فود پایلت، که در حقیقت مربوط به اگریکالچر و کشاورزی و ایناست. اینا مربوط به یه سری کاتگوری های اضافی هستش که همیشه وجود داشته، ولی متاسفانه ایرانی ها زیاد توش الیجیبل نیستن، چون واقعا اون کاره نیستن، یا مشکل زبان دارن، یا مشکل جابافر دارن و غیره. این کتگوری ها معمولا تو جابافر ملاک هست. به هر حال خواستم اینو من براتون روشن کنم ابتدای صحبت، که حواستون باشه کسی نیاد بیاد بهتون بگه نه و اینجوری نیست و شرایط عوض شده و تعداد مهاجرا کم شد و غیره. تو سلف ایمپلوید هم همین داستان هست. ما کلاینت اومده میگه که به ما، که به من گفتن تو بایستی مثلا میکلانج باشی که به تو هسته به عنوان نقاش تو سلف ایمپلوید بتونی پرونده سلف ایمپلویدت بیاجه. همچین چیزی نیست. شما فقط بایستی ناکت درست باشه، یعنی NOC شغلیت درست باشه. اگه شما پینتر هستی، میاد میگه آقا شما باید به عنوان یک آدم نقاش باید این خصایص رو داشته باشه، این مدارک تحصیلی رو داشته باشه، این جا وظایف شغلی رو داشته باشی. اگر این مورد رو داشتی، در اون صورت شما واجد شرایط هستی. بنابراین این سوی تفاهم ها به وجود نیاد، چون مثلا تو مسئله مثلا بچه های هنرمند و موسیقی و ساز و این حرفا، اونا هم همینجور هستن. مثلا یه نفر هست میره توی عروسی شروع میکنه ساز زدن، یکی دیگه است تو ارکستر داره میزنه. خب اینا با هم فرق میکنن. قاعدتا اونی که تو ارکستر میزنه اونو ما میخوان، اینا اونی که رفته یه بند موسیقی داره، گروهی داره، برای خودش آثار هنری داره، اینا خب قاعدتا افراد هستن که تو گروه سلف ایمپلوید میتونن بیان. ولی اینی که همه رو راه میدن، خیر، نه، هیچ وقت همه رو راه نمیدادن. شما پروگرام باید واجد شرایطش باشی و بر اساس اون اپلای بکنی. خب خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر. شما من فقط صدای آقای دکتر ند صدای من دارین؟ الان صدای شما دارین آقای دکتر، ببخشید یه لحظه صداتون رفتش. حالا باید. شما داشتین این نکات رو مطرح میکردین. یکی از حالا کسایی که دارن ما رو دنبال میکنن، دنبال چیزن، دنبال ازدواج کردن. آقای دکتر میگن کیس ازدواجی داره، من همین خندم گرفت شما صحبت کنم چی دارم میگن کیس ازدواجی نگه اینجا چی بگم چرا که نه. خب به ملت میگم همیشه این مسئله را اتفاقا یکی از شورتکات هاست که همه استفاده میکنم، میانبرشه دیگه. در واقع یه میانبری بوده که عده استفاده کردن، ولی اداره مهاجرت در حال حاضر شرایطش خیلی پیچیده تره. الان رو ازدواج های غیابی، ازدواج های نمای به وکالتی، نمیدونم یه سری خصایص دیگه داره، در واقع اذیت آزار میکنه و افراد رو نمیذاره ازش بتونن به این سادگی استفاده کنن. ولی خیلی ها انجام دادن، من خیلی ها رو میشناسم این کار رو کردن،
مثل سرمایه گذاری اومده، حالا اگه خانم بوده رفته شوهر خریده، یا اگه آقا بوده رفته زن خریده عملا و یه پولی داده و کارش رو راه انداخته اومده. ولی خب قاعدتا کار وکالتی نیست، یه خلافی هست. اگر میخواید به خلاف کنید میتونید، خیلی خلاف ها رو میتونید بکنید، اینم یکیش هست. خب خیلی ممنون، متشکرم. حالا در رابطه با خود اشتغالی نشون توضیح میدنی آقای دکتر، یه سوالی شده. یک مثلا آقایی هستن، ایشون رشتهشون زبان بوده، حالا نمیدونم دقیقا ادبیات بوده یا مترجمی بوده، یه آموزشگاه زبان دارن، هلوش تقریبا 200 نفر استیودنت دارن، 10 سال دارن این کار انجام میدن، ایشون از طریق خود اشتغالی میتونن اقدام بکنن؟ عرضم به حضور شما یه بار دیگه خصایصش رو بگیم. ایشون رشتهشون زبان انگلیسی بوده، آموزشگاه زبان دارن، این جواز کسب آموزشگاه زبان دارن، کلن درآمدشون از این راهه، میخواستم و یه کتابی هم تألیف کردن، میخواستم اون سری صحبت برای این شروع کسانی که دارو ترجمه و اینجور چیزا هم دارن میتونن خود اشتغالی اقدام بکنن. ایشون میگن دارو ترجمه ایشون نداره، ایشون اگه آموزشگاه زبان ببینید، یا آموزشگاه زبان داره باشه، یا باید مترجم شفاهی باشه یا مترجم کتبی. اگر زبان باشه شامل، اگر به عنوان مؤلف میخواد باشه، اون وقت اون یک کاتگوری دیگه است. به عنوان مؤلف میتونه در واقع رایتر یا مؤلف یک کتاب، نویسنده یا مؤلف میتونه، تو از اون لحاظ فقط. آموزشگاه زبان نمیشه، یعنی ناکش یه چیز دیگه میشه، NOCش میشه یه چیز دیگه. درست. خب خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر یه سوالی بود، یکی از سارا کلاینتات به جلسه لایو هفته پیشتون گویا بوده، بابت اینکه در رابطه با استارتاپ سوال کرده بودن و شما به این نکته اشاره کرده بودین که اگر که، حالا من ندیدم لایوتون رو، که اگر که اون دوست اومدن داخل کانادا پی آر شدن، بیان اونجا اون شرکتشون رو حالا به هم بزنن، گفتن که اقامت ما آیا به هم میخوره؟ چون خیلی نگران بودم بابت این داستان. ببینید چیزی که هست، ما همیشه به بچه‌ها گروه های موکلین استارتاپیمون میگیم، استارتاپ پروگرام چند تا خصیصه داره. یک، اولین خصیصه‌اش اینه که شما کارآفرین هستی. پس پلن اینه که کارآفرینی کنی در کانادا، یعنی برای خودت شغل ایجاد کنی، برای یه دیگه شغل ایجاد کنی، این پلنت. موضوع خصیصه دومی که وجود داره اینه که شما موفقیت یا عدم موفقیت اون طرح استارتاپی روی پرونده پیار تأثیر نمیذاره. این خصیصه دومش هست. ولی که چیزی که ما در کل میتونیم بهش بگیم اینه که شما روزی که شرکت، ببینید خلاصه داستان استارتاپ این شکلیه، یه شرکتی ثبت میشه، شما شریکش هستید، این شرکت دارای یه پروژه است، اون پروژه را تونسته لتر آف ساپورت بگیره و شما تونستید با اون پیار بگیری. وقتی که شما رسیدید به پیار، اون شرکت تکلیفش چی میشه؟ خب اون شرکت بایستی ادامه بده، نه اینکه بره حالا بیزینس ال و ول کنه و فلان و اینا، اونا شما کار نداری، ولی حداقل اینه که برای یه سال دو سال اون شرکت باید وجود خارجی داشته باشه و شروع کنه تلاش کردن که بتونه بیاد تو بیزینس. حالا تلاش کرد نتونست بیاد تو بیزینس، مشکلی نیست. مثل پروگرام کارآفرینی استانی نیست که اگر تو بیزینستو برپا کردی، کارمند نگیری یا سرمایه گذاری نکنی، بهت نامینیشن ندن براش. برای این سیستم در واقع استارتاپ این شکلی نیست داستان. بنابراین شما حواستون باشه، سرمایه گذار غیر فعالی که سهامدار یک بیزینسی شدید که اون بیزینس پروژه داره، پروژه هم رفته، لتر آف ساپورت گرفته، نیستید. شما سرمایه گذار نیستید. شما اومدید با یه عده دیگه یک بیزینسی رو برپا کردید، افراد گروه پول گذاشتن روی یک پروژه‌ای، سرمایه گذاری کردن، پروژه رو ساختن، آوردن بالا و شما هم به نسبت سهامی که دارید یکی از شرکا و مالکین پروژه هستید. درست. این استاندارد پرونده استارتاپ. حالا
اگر اون فرد بخواد به عنوان فرد اسنشیال و اصلی در پروژه تقاضای ویزای کار بکنه، خب در اون صورت شما رفتی زیر رادار اداره مهاجرت. به چه معنی؟ به این معنی که شما ویزا رو گرفتی تو کانادایی، حالا بیا ببینم چه کار داری میکنی. اگر شما واقعا اومدی تو کانادا ویزای کارم داری، پروژت هم پروژه خوبیه، تو فاصله که ویزای کارتو صادر کردن تا اقامت دائمت صادر بشه چی کار کردی تو این فاصله زمانی؟ کجا بودی؟ آیا بیزینست فعال بوده؟ آیا با بیزینس کاری شده؟ آیا استانداردها رعایت شده یا نشده؟ اینها مواردی هستش که بایستی در واقع شما مد نظر قرار بدی موقعی که دنبال ویزای کار هستی که زودتر وارد کانادا بشی. متوجه هستی؟ یه سری نکات فنی ریز هم وجود داره که با توجه به اینکه یه بخشی از دوستانی که توی این جلسات ما هستن به عنوان ویور خودشون وکیل یا مشاور مهاجرتی هستن یا کارمندشون اینجا داره ما رو نگاه میکنه، ما هم در طبیعتاً نمیخوایم به قول معروف فوت کوزه‌گری رو بهشون یاد بدیم، ولی در کل اگر کسی میخواد سوال خاصی داره، بحث خاصی داره، خیلی تخصصی میخواد بحث بکنه، تشریف بیارن دفتر، حالا یا دفتر تهران یا دفتر تورنتو، ما میتونیم در خدمتون باشیم و توضیحات و کافی در این مورد بدیم بهتون. خب خیلی هم عالی، مرسی. آقای دکتر یه سوالی پرسیدن آقای خشایار که مدت زمانی که ویزای استارتاپ بخواد تایید بشه و به پی آر برسه مدت زمانش تایم میشه، فقط اشاره بکنید ممنون میشم. خواهش می‌کنم. در وبسایت اداره مهاجرت هست، شما اگر برید چک کنید processingtimecanada.ca دقیقا اینو سرچ بکنید داخلش هست. اصولا 12 تا 16 ماه بوده. بله 12 تا 16 ماه. خب خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر یکی از کلاینت های ما سوال کردن که از موکلین خودمون هستن، سال 12 دبیرستان در استیج اول مرحله اول ایشون اپرووال شدن، تایید گرفتن، الان دارن کلاساشون رو آنلاین میگذرونن. گویا میگن سایت مهاجرت آپدیت شده که دبیرستان های استان آنتاریو براشون باز شده و میتونن با شرایط خاص بیان. خواستم ببینم همچین چیزی صحت داره. خدمت شما، اگر مرحله اول اپروف شدید، مرحله دوم انشالله اپروف میشید. به محض اینکه اوکی بشه به شما ویزا میدن که بتونید وارد شید. درسته. بنابراین ما یه تعداد کلاین داشتیم، هفته پیش بود اگه اشتباه نکنم، یا حالا شده 7-8 روز پیش بود، 5-6 تا کلاین داشتیم که اینا مرحله اول قبول شده بودن، بعد الان مرحله دوم الان براشون پاسپورت ریکوست اومده، یعنی پاسپورتاشون رو بفرستن که ویزاشون رو بگیرن و بیان. خب خیلی هم عالی، مرسی، متشکرم. خب آقای دکتر یه چند تا از حالا کسانی که رشتهشون پزشکی هست، حالا با تخصصهای مختلف سوال کردن که بهترین روش برای پزشکان چی هستش، که حالا اینم یه توضیحات خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم. حالا ببینید، بهترین نیست، من همیشه گفتم شما یه دونه به قول معروف آپشن بیشتر ندارید این وسط، چون شما مطلبی که وجود داره اینه که اگر از روش تخصصی بخوای وارد بشی بایستی پروسه تبدیل لایسنس اتفاق بیفته. برای تبدیل لایسنس پروسه پیچیده‌ای هست و زمان بندیاش متفاوت هست و به این سادگی نیست. حتی کسایی که تو کانادا پی آر هستن امروز و توی کانادا هم هستن، به این سادگی اون امتحانات رو نمیتونن پاس کنن. بعد اینا باید برن بعد از اینکه امتحاناتشون پاس شد، اگه نمراتشون آنچنانی شد تو امتحانی که پاس کردن، تازه باید برن ادمیشن بگیرن برای رزیدنتیشون و این داستانها هست که واقعا کار ساده ای نیست. حالا با توجه به تمام این اوصاف، پزشکا در حال حاضر از آپشن استارتاپ دارن استفاده میکنن. آپشن استارتاپ هم نهالا میاد پزشک میگه که ببینید، من مثلا جراح ارتوپد بودم، 1000 تا استخوان و مشکل شکسته بندی و غیره رو برطرف کردم، توی این زمان رسیدم به این فلان محصول به من معرفی شد، این محصول من که دیدم یاد این افتادم که یک محصول بهتری هست که میشه درست کرد، یا چیزی فکری به ذهن من رسید و از طریق یک تیم فنی و تکنیکال اومدیم این محصول رو ما آماده کردیم،
و امروز میخوایم با این محصول در واقع لتراب ساپورت بگیریم و بعد بر اساسش تقاضای اقامت دائم بکنیم. عملا به عنوان یه بیزینسمن ولی با بک‌گراند پزشکی، متوجه هستین؟ یه همچین چیزی در حال حاضر تنها آپشنی هستش که در واقع پزشکا میتونن ازش استفاده کنن. آپشن های جلسات پیش هم صحبت چه کردیم، بحث پروگرام هلتکر پروفیشنال در واقع ساسکاچوان و بی سی هم بوده که اونا رو بهتون گفتم. درست. بیسش بر اینه که در واقع انگار طرف رفته اونجا درس خونده، استیودنت شده، فارغ التحصیل شده، پروسه در واقع درسیش تموم شده، حالا میخواد بیاد وارد پروگرام پی آر بشه و از اون در واقع این سیستم استفاده بکنه. کلیه متخصصین خانم پرسیدن روانشناسی چطور، همشون همینطوری هستند. کل رشته های تخصصی شما بخواید اینجا به عنوان حالا هر شاخه‌ای، میخوای حسابدار باشی، روانشناس باشی، وکیل باشی، پزشک باشی، تو هر شاخه‌ای که بخواید وارد کانادا بشید، اگر رشتتون تخصصی باشه و زیر یک نظام مهندس، نظام پزشکی، مهندسی، کانون وکلا یا هر چیز دیگه خاصی باشه، در این صورت شما بایستی در واقع اون پروسه لایسنسینگ رو دنبال بکنی. بنابراین اون پروسه کار ساده ای نیست. در نتیجه بهترین کاری که میتونید فعلا بکنید این هستش که شما میتونید از همین آپشن استارتاپ فعلا استفاده کنید تا روزی که اداره مهاجرت بگه نه دیگه اینم بسه، زیادی اومدید داخلش دیگه. خب خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر، یه دوستی آره سوال کردن بابت اینکه در زمینه حمل و نقل و کشتیرانی و اینجور چیزا کدوم شهر اوضاع کسب و کارش فکر می‌کنم بهتره؟ قاعدتا شاید شهر بندری باشه دیگه، ونکوور شهر بندری هست دیگه، بقیه شهرها. ولی واقعا این ملاک نیست. یه موقع شما می‌بینید بیزینسی در تورنتو قوی هست، بعد مثلا محصولاتش و کارهای شیپینگش و غیرش و از طریق یک، چون شما که صاحب کشتی که نیستی، کشتیه که مال شما نیست که، شما شرکت مثلا میگم شیپینگی، حمل و نقلی. در نتیجه اگر کشتی خودت بود میگفتیم اون بندره، برو کشتی تو بذار اونجا. ولی وقتی شما شرکت شیپینگ هستی، از یه سری محصولات دیگران داری استفاده میکنید، حمل و نقل های دیگران، در واقع شما مثل یک شرکت آژانس هواپیمایی که انگار از ما بپرسه که من به عنوان شرکت آژانس هواپیمایی آیا بهتر نزدیک فرودگاه باشم یا نباشم، ربطی نداره. متوجه هستین؟ شما بستگی به این داره که مشتریتون رو کجا میتونید بیشتر پیدا کنید. در نتیجه اگر بحث این باشه، هر دوتا هم ونکوور هم تورنتو دوتا استانهایی هستن که میتونن، هم آنتاریو هم بی سی دوتا استانهایی هستن که هر دوتاشون میتونن فضای خوبی برای بیزینس باشه. خب بهتر تورنتو شهر بزرگتری، آنتاریو مرکز اقتصادی کاناداست در حقیقت. درسته. خب خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر، خانمی سوال کردن که ایشون برادرشون داخل کانادا است، اقامت دارن، آیا ایشون حسنی هستن بابت اینکه ایشون بتونن ویزای کار بگیرن و یا اقامت دائم بگیرن؟ یعنی پله‌ای هستش که از طریق برادرشون بتونن کار انجام بدن؟ به طور مثال یک مثلا طرف سابقه کار خوب داره، مدیریتی داره تو ایران به طور مثال، بعد میتونه اینجا بیاد یه بیزنس پلنی بده، خواهرشون که اینجا هست بیاد به عنوان مدیر کاناداییش قرار بگیره، بعد تو گروه اونر اپراتور تقاضای ویزای کار کنه. میتونه همچی کاری رو عملا انجام بده. درسته. خب خیلی هم عالی. و یه دوست دیگه هم سوال کردن، ایشون گویا حالا یکی از حالا فکر میکنم ایشون برادرشون اونجا هستن، میگن توی سیستم اسکیل ورکر آیا داشتن برادر من اونجا امتیاز به من تعلق میگیره؟ شنیدن که امتیازهای گویا بهشون میدن. زیاد نیست اگه اشتباه نکنم، حالاش 30 امتیاز تو اکسپرس انتری برای داشتن فامیلی درجه یک فکر میکنم، ولی حضور ذهن نرم، ولی یه همچی چیزی وجود داره. در این حال یه سری پروگرام ها هست تو آنتاریو به طور مثال هیومن کپیتال، که باز اگر شما یک کسی رو توی کانادا داشته باشید که فامیلی درجه که شما باشه، میتونید ازش استفاده کنید.
خب عرضم به حضور شما که آقای دکتر یه سری سوالای تکراری هم هست که یه دوستی در مورد جاب آفر توضیح خواستن که خود شما جاب آفر رو چندین بار تو هر هفته من شاهدم که توضیح دادید، که فکر میکنم بیشتر منظور دوستان همون جاب آفرهایی هستش که متاسفانه جاب آفره سوری هستن. آقای دکتر ببینید، کاری که شما رو جاب آفر میتونید بکنید به جای اینکه راه عجیب و غریب برید، به جای اینکه برید یه نفر جاب آفر بخرید به طور مثال که خلاف هست، اگر شما سابقه بیزینسی دارید، سابقه مدیریتی دارید ولی بیزینس مال شما نیست، خب در اون صورت شما میتونی شرکتی رو در کانادا برپا بکنی که بر اساس یه بیزینس پلن شرکت کانادایی خودت بهت جاب آفر بده. متوجه هستی که بر اساس اون در حقیقت هم جاب آفر قانونی هست، همینی که شما یه راه مطمئنی رو اومدی که در واقع این میشه همون ویزای کاری که صحبت کردیم، بهش میگن اونر اپریتور ورک پرمیت، LMI اگزمشن هم LMI هم نمیخواد. در واقع شما نیاز نیست بری تقاضای لیبر مارکتینگ پک اسسمنت بشه، اپروف بشه، پروسه های مختلف انجام بشه، که در واقع اون LMI اگزمشن C11 بهش میگن. یعنی همچین آپشنی وجود داره. نمیگم همه هستین، همه واجد شرایط هستین، ولی میتونید روی اون فکر بکنید یا روی آی سی تی میتونید فکر کنید که باز جاب آفر از بیزینس خودتون میاد برای شما. خب خیلی ممنون، متشکرم. بله کلن اگر رفتید سراغ خرید یا به قول معروف پیدا کردن جاب آفری که شما دارید پول میدید براش، اون کار خطرناکی است و از لحاظ مقررات مهاجرتی جرم هست. جرم هستش. مرسی آقای دکتر یزدانی. یه دوستی سوال کردن، البته الان اینجا من دیدم یک دوستی مطرح کردن بابت اینکه آیا بدون سابقه کار میتونیم تو پروگرام استارتاپ شرکت بکنیم؟ بهتره که یه سابقه کار داشته باشید. با بیمه یا بدون بیمه آقای دکتر؟ ببینید، یکی از معیارهای گروه‌های آنترپرنور در واقع آنترپرنورشیپ، ببینید 4 تا خصیصه داره پروگرام استارتاپ. اولا ما یه شرکتی وجود داشته باشه که شما تو کانادا باشه، شما سهامدارش باشی، که اون شرکت دارای یه تکنولوژی باشه که اون تکنولوژی جدید باشه، نو باشه، یه چیز خاصی رو داره به مارکت معرفی میکنه. دوم قضیه، شما بایستی خدمتون عرض شود لتر آف ساپورت گرفته باشی. سوم باید آیلز 5 داشته باشی. چهارم بایستی پولی داشته باشی که به اندازه یه سال بتونی زندگی خودتو اینجا مدیریت کنی. این 4 تا خصیصه الیجیبیلیتی استارتاپه. حالا نکته ای که هست، شما وقتی میای توی یه بیزینسی رو شریک میشی، توش قرار میگیری، بایستی شما ثابت بکنی که تجربه و علم کافی برای چرخوندن اون بیزینس رو داری. پس هر دلیل مدرکی که نشون بده شما تجربه و علم کافی برای پست و سمت خودت رو داری رو اونجا باید ازش استفاده کنی. به این دلیله که به صورت غیر مستقیم سابقه کار شما میتونه نقش بازی کنه. بحث بیمه و این مسائل هم خیلی مهم نیست، چون موضوعی مهاجرت تخصصی نیست، این مهاجرت کارآفرینی و تجاری هست. درست. خب خیلی ممنون، متشکرم. یه سوال آخرم در مورد استارتاپ بپرسیم که دیگه بریم سراغ مقولای دیگه. یه دوستی سوال کردن که ایشون یه تیم 4 نفره هستن همگی. من یه پرانتز باز کنم دوستان، ویزای کار همیشه این شکلیه که ویزای کار وقتی گرفتی اومدی توی کانادا، داخل کانادا اون ویزای کار تا 4 سال قابل تمدیده، به شرطی که شرایط ویزای کارت رعایت کنی، جاب آفرت رعایت کنی. تو اون فاصله زمانی یه سری آپشن ها براتون باز میشه که از طریق اسکیل ورکر تقاضای پی آر بکنی، بازم به شرط اینکه از روز اول کل پلن براتون نوشته شده باشه که چی کار باید بکنید، نه اینکه بیاید یه کاری وسطش برید یه راه دیگه ای رو. یکی از دوستانی که به ما مراجعه کرده بود با ویزای کار اومده بود اینجا، بعد از اینکه با ویزای کار اومد، تو فاصله زمانی که داشته اینجا کار میکرده، به خاطر مسئله کرونا بیزینس ها همه در واقع داشتن نیروهاشون رو تحلیل میدادن و اینا، دولت کانادا اومد یه آفری داد که گفتش که شماهای کسایی که از کارشون بیرون شدن یا آف در واقع لید آف شدن، اینا بیان چیکار کنن؟ اینا بیان
$2,000 به صورت موقت از دولت کمک بگیرن. بعد این فرد هم اومده بود همون عامل استفاده کرده بود. اگر این کارو بکنه اولا چیکار کرده؟ اولا ثابت کرده که لیاف شده، در واقع کار دیگه نمیکنه تو فاصله. دوم قضیه نشون داده که بنیه مالی نداره برای ادامه بیزینس. در نتیجه این مسائل ویزای کارش رو دچار مشکل کرده برای تمدید ویزای کار و همچنین برای اپلای اقامت دائم. در واقع باید حتما پلنش از اول مشخص باشه که شما از چه سیستم و سیکلی داری وارد میشی و کار ادامه میدی. ببخشید سوالتون رو بفرمایید. نه خواهش میکنم، فقط عرضم به حضورشون یه دوستی سوال کردن که لطفا سوال منو مطرح کنید، دو مرتبه لطفا تایپ بکنن که من بدونم چی بود. آقای دکتر یه سوالی بوده که ایشون پرسیدن که آیا برای ویزای استارتاپ با دیپلم هم میشود یا خیر؟ خیر. بعد یه دوست دیگه سوال کردن بر اساس قانون خیلی از کسایی که اصلا ما یه موکلی هم به ما مراجعه کرد با یکی از مشاورین مهاجرتی به نام قرارداد بسته بود و دیپلمه بود و من بهشون گفتم شما واجد شرایط نبودید، برای چی رفتید قرارداد بستید و پول پرداخت کردید؟ بعد اون مشاور مهاجرتی اصرار بر این داشت که نه ایشون واجد شرایط هست و دلیلش هم قانون در واقع سیستم مهاجرتی چیزی بود که تو وبسایت CIC است، در حالی که ما برای سیستم‌های مهاجرتی همه‌شون یه آپریشن مانوال، یه دستورالعمل وجود داره، یه آیین‌نامه وجود داره. بر اساس آیین‌نامه‌ای که بوده، درست آیین‌نامه قدیمه چون پروگرام استارتاپ یه پروگرامی که از سال 2013 شروع شده، آخرای 2013 تا امروز ادامه پیدا کرده، یعنی 7-8 سال به پروگرام جدیدی نیست. این پروگرام به مرور کامل‌تر شده ولی چارچوب اولیه پروگرام پابرجاست. یکی از اون شروطش اینه که شما یک سال تحصیلات دانشگاهی داشته باشید، یعنی یک سال تحصیل دانشگاهیش هم مهم نیست، بعد از دیپلم داشته باشید. خب خیلی هم عالی، مرسی. آقای دکتر یه چند تا سوال اگه میشه کوتاه جواب بدین که سوالاتو بپرسین با توجه به که حالا وقتمون کم هم هست. یه دوستی سوال کردن یه تیم 4 نفره هستن، همگی در رشته عمران مدرک از لیسانس تا دکترا دارن، فقط سن افراد گروه کوچیکترینشون 48 سال، 56 سال، 58 سال و 64 سال. آیا سن بالای این عزیزان ممکنه ایشون رو دچار مشکل بکنه تو روند صدور ویزای پی آر؟ نه الزاماً، ولی خب باید حتما توضیح داده بشه، توجیه بشه که چرا ایشون نقش داره و چرا اهمیت داره اونجا که باشه تو این پروژه. درسته. الزامنی نیست. ببینی شما فقط باید ثابت کنی یه آدم بازنشسته رو با شریک نشدی. درسته. خلاصش این هست. خب خیلی هم عالی. آقای دکتر یه دوستی سوال کردن که آیا با برای برنامه کارآفرینی میشه دو نفر توی پرونده اقدام بکنین؟ نه. کارآفرینی یعنی چی؟ منظورتون چیه؟ شاید به نظر من برنامه همین PMP استانی منظورشون. میشه انجام داد، ولی هر یک از افرادی که تو روش کارآفرینی میان بایستی تک تک شرایط پروگرام رو داشته باشن. به طور مثال اگر شما میایید میگید مینیموم $200,000 سرمایه گذاری لازم است، هر کدومشون باید $200,000 رو بذارن. درست. متوجه هستی؟ بنابراین بله شدنی هست، میتونن بیشتر از یه نفر باشن، ولی باید تک تکشون شرایط اون پروگرام خاص رو داشته باشن، مال هر استانی که باشه. درسته. خب خیلی ممنون، متشکر. آقای دکتر یه دوست سوال کردن که عرضم به حضور شما که اگر که مدارک دانشگاهی ایران رو مورد تایید سازمان وست WS قرار بدن، این باعث میشه تو کانادا بتونن کار رو سریع‌تر پیدا بکنن؟ من متوجه نشدم مدرک تحصیلشون رو بدن به وست بعد چی بشه؟ وست و بعد همین تاییدیه وست باعث میشه که ایشون تو کانادا کار رو سریعتر پیدا بکنن. اصلا هیچ ربطی نداره. WES فقط مال سیستم اداره مهاجرت هست، فقط ارزیابی مدرک هست، هیچ اعتباری نداره. که اعتبار که نداره، منظور من هیچ ارزش شغل پیدا کردن نداره. یعنی شما برای اینکه اینجا در کانادا شغل پیدا کنی باید ثابت بکنی سابقه اون کار رو داری معمولا توی کانادا، و علاوه بر این بایستی ثابت بکنی
خدمتون عرض شود مدرک تحصیلی که گرفتی در واقع معادلش در کانادا قابل استفاده هست که اون رو سازمان خاصی به شما اوکی میکنه. به طور مثال من به عنوان وکیل مدارک تحصیلیم رو میدم به خدمتون عرض شود به WUS به من میگه شما لیسانس حقوقی. با اون لیسانس حقوق من نمیتونم اینجا کار پیدا کنم با اون مدرک. لیسانس حقوق من زمانی جوابش اوکی هست که سازمانی که مربوط به وکلا هست، حالا یا کانونه یا لا سوسایتی یا هرچی که هست، در اون صورت به من بگه که مدرک شما در واقع تو کانادا بهش میگن سرتیفیکیت آف کوالیفیکیشن، اگر اونو گرفتید میتونید انجام. من این دوستمون چی مینویسه اینجا آقای قاضی مراد؟ آقای احمد نه شما نظر لطفتونه مرسی، ولی ما واقعا داریم جلسه مشاوره است و در واقع داریم، حالا شما غیر از اینکه از ما داری تعریف میکنی و قربون صدقمون میرید چیز دیگه نیست، لطف دارید شما، ولی ممنونتون میشم بذارید ما بقال مرا به این مشاوره همون برسیم به بک جواب مردم رو بتونیم بدیم. خب خیلی هم عالی، مرسی آقای دکتر. حالا چند تا سوال دیگه من خدمتتون بپرسم. حالا خیلی استارتاپی که حالا مطرح شده در مورد تحصیلی هم آقای دکتر یه چند نفر یعنی خیلی درخواست دارن، حتی ما تلفن هم خیلی به ما میشد بابت اینکه بعضی پدر مادرها هستن که بچه‌هاشون اونجا دارن درس میخونن و یا حتی چند مورد بودش که همسرشون با بچه‌ها اونجا هستن و همسر که اینجا ویزای ویزیتوری داره الان چند ماه عزیزانشون رو ندیدن، خواستم ببینم میتونن همسر از حالا ویزای ویزیتوری آیا آپدیتی اومده که بتونن برن به خانواده‌شون سر بزنن یا هنوز نه؟ حالا نیست، ولی من یه روشی رو به یکی از دوستان گفتم امروز حالا اینجا هم شیر میکنم. چیزی که هست اینه که ببین شما مثلا میخواید واقعا بیاید یه نفر سر بزنید، اگه واقعا فقط در حد بازدید هست یه چیزیه، ولی یه زمان از شما میخواید مثلا فکر اینه دارید که در نهایت یه جوری حالا بیاید کانادا، اگر همچی فکری دارید شما میتونید از اون آپشن ویزای کار یا ویزای تحصیلیش استفاده کنید. یعنی شما یه ویزیتور ویزا دارید آردی دستتونه، حالا اگر شما یه ویزای تحصیلی یا یه ویزای کار بتونید بگیرید با اون چون ویزیتور محسوب نمیشید میتونید از آیتمش استفاده کنید و وارد کانادا بشید. در نتیجه این آپشن میتونه آپشن خوبی باشه برای شما، ولی اینی که برای ویزیتورها صرف این که حالا بچه‌هاشون اینجا هستن ویزیتور به عنوان همراه بخوام وارد بشن، نه اون آپشنش هنوز به جایی نرسیده و همچنان فقط برای موارد ضروری هست که طرف بتونه بیاد وارد کانادا بشه و اینی که حتما باید یک کانادایی یا یک اقامت دائم دعوت کرده باشه. خب خیلی هم عالی، متشکرم. آقای دکتر اگه خودتون دارم یه جنبندی بحث رو بکنید ممنون میشم دیگه، چون وقت اونم محدود هستش. خواهش اگر میکنم. که بفرمایید که ممنون میشم. خواهش میکنم خدمتون عرض شود. یکی از دوستان سوال کرده بود آیا پاسپورت ریکوست میخوان؟ بله دارن پاسپورت ریکوست انجام میشه، ما از کلاینت های ما خواستن، ما هم گفت براشون فرستادیم، در واقع بهشون گفتیم که بفرستن برای سفارت برای صدور ویزا و بنابراین انجام میشه. برای کسایی که به طور مثال ویزای مولتیپل داشتن و حالا تقاضای ویزا میخوان بکنن برای ویزای کار مثلا یا ویزای تحصیلی در کنار ویزای مولتیپلشون، برای اون افراد دیگه پاسپورت ریکوست نمیاد، اونا باید وارد کانادا بشن، توی کانادا بهشون استادی پرمیت یا ورک پرمیت رو صادر میکنن میدن دستشون، چون اونا آردی ویزای مولتیپل دستشون هست. اینم یه نکته ای هستش که باید در نظر بگیرید. خدمتون عرض شود که چیز خاصی نیست، بحث خاصی نیست. حالا ما طبق معمول چیزایی که صحبت شو داریم میکنیم تو شاخه‌های مختلف، من همیشه بهتون گفتم یه چیز کلی رو در نظر بگیرید. اگر فردی هستید تو شاخه‌های بیزینسی دارید حرکت میکنید، شاخه‌های تجاری میخواید مهاجرت بکنید، بهترین حالتش اینه که شما طوری برنامه ریزی کنید یا با وکیلتون هماهنگ باشید که واقعا بتونید بیزینس رو اینجا بچرخونید و کارش رو را بندازید، چون دارید هزینه میکنید، سرمایه میذارید، به هر حال هزینه هم هزینه کمی نیست، بنابراین
یه جوری به موضوع نگاه کنید که این اتفاق میفته. چون مثلا ما موکلی داشتیم، با ما اومده قرارداد بسته توافق کرده، حالا مطمئن نبوده که به نتیجه میرسه یا نه، به خاطر همینم موضوع جدی نگرفته از روز اول. الان ویزای کار دستشه، خب حالا میخواد بیاد تو کانادا، کارهایی که میتونسته تو 6 ماه قبل انجام بده رو الان بخواد انجام بده، در نتیجه بی خودی وقت خودشو در واقع حرام کرده. بنابراین بچه‌ای که تو روش تجاری موکل ما هستن، همه دوستان یا هر کاری که میخواییم بکنید، من توصیه میکنم از الان آمادگیشو داشته باشید که وقتی وارد کانادا شدید میخواید چی کار بکنید، برنامه‌تون چیه، زندگیتون چیه، بیزینستون چجوری میخواین اکتیو کنید. این موضوع شامل موکلین ویزای کار ما میشه، موکلین ارزم بزرگ شما استارتاپی ما میشه، سلف ایمپلوید ها میشه، کارآفرینی های استانی میشه، اینا همش هست. در نتیجه این کارهاییه که میتونن پیشا پیش قبل از ورودشون انجام بدن دوستان. حتی تو روش تخصصی هم همینه. به طور مثال شما میخواید بدونید به عنوان یک مثلا دندان پزشک تو کانادا میتونید چی کار بکنید، تمام تحقیقاتتون رو میتونید از الان انجام بدید، مدارکتون رو حتی میتونید بفرستید برای ارزیابی، با سازمان‌های مرتبط ارتباط برقرار کنید و اینا انجام بدید. یکی از کارهایی که ما الان داریم دوبارش هستیم داریم انجام میدیم، من دارم یک دوستی رو، یکی دو تا از دوستان رو دارم در واقع ازشون خواهش میکنم با به تیم ما ملحق بشن، که اینها کارشون عملاً حالت ژورنالیستی و حالت روزنامه نگاری یا حالا مقاله نویسی و بلاگری حالت این شکلی دارن، که ما میخوایم اینا رو بفرستیم جاهای مختلف، تو مدارس برن فیلم بگیرن، تو شهر شاپینگ مال ها برن، مغازه ها برن، تو بانک برن، شروع کنن مصاحبه کردن و اینترویو کردن و اینها، این رو به زبان فارسی بذارن رو وبسایت ما، که در واقع مردم متوجه بشن قبل از ورودشون به کانادا اینجا داره چه اتفاقاتی میفته. چه عالی. حالا دنبالش هستیم که این کار رو انجام بدیم، امیدواریم که این مسئله اتفاق بیفته به زودی. نه خب بودجه ها و هزینه های اضافه برای ما داره، ولی واقعا من دوست دارم یه حالت اطلاع رسانی غیر حقوقی هم بهشون بشه. مثلا اگر شما وارد کانادا شدید با یک ریالتور طرف حساب شدید، اون ریالتور باید چه چیزهایی رو به شما بگه؟ مشاور املاک، اگر میخواید بیاید اینجا بیمه ای میخواید بگیرید چی هست، اگر میخواید برید بانک حساب باز کنید چی هست، میخواید رستوران برید چی هست، وضعیت اینجوری چیه، مالیات ها اینجوری چی جوریه. افراد مشخص اینترویو بکنن، فیلمشو درست کنن به صورت شورت کلیپ های کوتاه بذارن در واقع رو وبسایت، که در واقع شما بتونید ازش استفاده کنید. چه کار خوب و حرفه‌ای، خیلی ممنون، مرسی. خواهش می‌کنم. شعاری که ما همیشه داریم تو بیزینس اینه که واقعا ما می‌خوایم با شما در کنار شما باشیم، بیزینستون رو و خودتون در واقع کمک کنیم اینجا موفق بشید. برای استیودنت ها، حتی ما برای استیودنت ها یه پروگرام هامون مدلی هستش که مثلا بهشون میگیم شما، ما در کنار شما خواهیم بود، به شما روشی در واقع نوعی توافق میکنیم که شما به چه راه و سیکلی رو بری که پس فردا بتونی در کانادا مقیم بشی، اقامت دائم بگیری. متوجه هستی که نه اینکه بیایید اینجا دچار مشکل بشید و در واقع ندونید باید چی کار بکنید. در خدمتتون هستم. حالا باز اگر خب موضوع خاصی هست من جواب. حتما آقای دکتر، ما خب دوستان زحمت میکشن از قبل پیغاما رو به ما میدن، ما اینجا یادداشت میکنیم و حتما این کار انجام میشه. بازم خیلی ممنون که شما تشریف آوردین، خیلی خوشحال شدم و ان شاءالله هفته بعدی هم عمری باشه در خدمتتون هست. قربان شما. من روز جمعه باز باز بچهای تورنتو، آفیس تورنتو هستن، باز اگر دوستان بله حتما علاقه من اصلا اطلاعات بیشتری حتما داشته باشن و اینها، میتونن روز جمعه بله تو لایو بله ما شرکت کنن، اگه اشتباه نکنم 8:30 شب باشه اون. بله حتما آقای دکتر، خیلی ممنون، متشکرم، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار، مرسی، متشکرم. قربان شما. وکیل و همراه مهاجرتی و تجاری شما از ایران تا کانادا، وای ال جی.